خب، درود بر همراهان، دوستان، جمع هنرمندان و هنردوستان عزیز به یک شب دیگه از برنامه های گپ های فرهنگی هنری یونسکو خوش آمدید. دوستانی که احتمالاً این برنامه رو ندیدن و شاید امشب شب اولشون باشه که به تماشای این برنامه نشستن، لازمه این توضیح رو خدمتشون بدم که این برنامه از اول اردیبهشت ماه توسط کمیسیون ملی یونسکو ایران و به ابتکار آقای دکتر حجت الله ایوبی دبیر کل محترم کمیسیون، با توجه به شرایطی که الان این روزها باش مواجه هستیم، شروع شد و در واقع این برنامه فعلی این فرصت رو برای همه ما ایجاد کرد که بتونیم در خدمت استادان بزرگ هنر باشیم، هنر کشورمون در زمینه‌های مختلف، چه موسیقی، چه شعر و چه ادبیات، که در شبهای نخست دوستانی که ما رو همراهی کردن شاهد بحث‌های مختلفی در زمینه ادبیات فارسی بودن. و اما امشب در واقع مهمان لوریس چکلواریان هستیم. همونطور که از موسیقی ابتدایی شنیدید، ایشون ما رو میزبانی خواهند کرد در منزلشون از راه دور. البته مجموع بحثایی که امشب خواهیم داشت، همونطور که قبلا به هنگام اطلاع رسانی اندکی توضیح دادیم، مروری بر آثار و خاطرات و سبکای مختلف تصنیف موسیقی هایی هست که ایشون تا به امروز انجام دادن. ضمناً لازمه در ابتدا به این نکته هم اشاره بکنم که اگر احیاناً قطع و وصلی یا به هر حال اشکال جزئی عمده‌ای در جریان پخش مستقیم ایجاد بشه، فقط خواستم از شما این هست که کمی حوصله بکنید تا بتونیم احیانا اگر این اشکالات پیش بینی نشده پیش اومد، بتونیم هرچه زودتر دوباره برگردیم، که خب امیدواریم که اصولا پیش نیاد. بر ترتیب الان من سعی خواهم کرد که آقای چکنواریان رو دعوت بکنم به صفحمون. من دنبالشون میگردم. بله، خب، به علت تعداد زیاد دوستانی که این برنامه رو بله پیدا کردن. سلام. سلام آقای لوریس چکلواریان. چطوری؟ خوبی؟ مرسی. خیلی خوشحالم شما ببینم. منم همینطور. چند کیلومتر از ما فاصله داری؟ البته 12 20 کیلومتر. امن دیگه، نه؟ خب البته این برنامه فرصت خوبی شد. خب من خودم 2 ماه و نیم بیشتر است که شما رو ندیدم، خدمتتون نرسیدم. آره، واخه ما که بیشتر از 2 ماه واقعا زندانی هستم تو آپارتمان، ولی خب بیشتر اینقدر سرگرم کارا هستم، تو آهنگسازی میکنم، کارهای جدید مینویسم، نمیدونم روزم چطور میگذره، اصلا همینطور مشغولم. ولی خب با هم دیگه صحبت کردیم چندین بار با هم دیگه. تمام. من میخوام آقای چکنواریان الان شما رو یک کمی غافلگیر کنم. یک موسیقی رو الان پخش میکنیم با هم دیگه کمی گوش بکنیم، بعد میخوام از شما چند تا سوال دربارش بپرسم. خواهش میکنم. متشکرم. پس گوش میدیم. از این بی سوالی خب
آقای تکنواریان شهیده دیگه کمی برامون تعریف کنید. خب این قسمت شوه رستم، اپرا رستم و سهرابه که من از بچگی از رادیو صدای شیر خدا رو میشنیدم. شدم جوان بودم، 7-8 سالم بود که بود، ولی عاشق این موسیقی زورخانه بود. اون موقع من نمیدونستم واقعا زورخانه چیه. خب این ضربایی که میخوند، اون صدای قشنگش که میخوند، تو خیلی تحت تاثیرش قرار گرفتم. بعد فهمیدم که از زورخانه است و بعد رفتم زورخانه رو پیدا کردم، یه زورخانه رفتم و عاشق این سنت شدم و این ورزش ها، این موسیقی، این ضربا، و بیشتر با فردوسی بیشتر آشنا شدم، بیشتر به رستم، مثلا وجود رستم آشنا شدم و سهراب داستانش. و همون موقعی شاید فکر کنم 12-13 سالم بود، گفتم اگه یه روز اپرا بنویسم، اولین اپرا که بنویسم حتما رستم و سهراب خواهد بود. البته اون موقع نمیدونستم که چه سنگ بزرگیه که میگن که سنگ بزرگ علامت نزدنه. خب من می‌نویسم. خب وقتی رفتم اتریش و اینجا، خب رفتم زورخانه جمع‌آوری کردم، این کارا رو کردم. بعد خب اینجا کنسرت دادم، کنسرت ارکستر سمفونی دادم که نه، یه ماجرای عجیب غریبیه که تمام هنرستان موسیقی با آقای بامشاد که مدیرش بود، همه ضد من، به آقای پربو که اون موقع وزیر ارشاد بود نامه می‌نوشتن که قدغن کنین این پسر نظر رهبری کنه. وقتی را ببخشید من تو حاشیه میرم چون داستان جالبیه، و اولین رهبری من بود، چون و رفتم این ارکستر سمفونیک تشکیل دادم از معلمین و اساتید شاگردان خوب ارکستر هنرستان عالی موسیقی. و خب آقای با مادرم رفتم، آقای پربو دیدیم تو وزارت فرهنگ و هنر، اون واقع همون یه ساختمون بود، تو اونجا وایساده بود. مادرم شکایت کرد، گفت من پسرم نمیذاره رهبری کنن، خیلی اذیتش میکنم. آقای پربو گفت خب این پسر اسمش چیه؟ گفت لوریس. گفت وای لوریس، دیوونه شد از بس که نامه میرسه اعتراض میکنن، این کیه؟ بگو بیام ببینم کجاست. گفت اینه بغل دستم. نگاه کرد خندهش، گفت تو فسخلی زدی به هم، تمام هنرستان به هم ریختی. گفت من دخالت نمی کنم، آفری بهت، برو هر کاری میخوای بکن، من دخالت نمی کنم. یه هفته پارسال رئیس هنرستان عالی موسیقی نامه نگاری هایی که آقای پال بود با آقای بامشاد داشتن رئیس هنرستان پیدا کردن، و اونجا نامه نگاری ها اینقدر زیادی است که با علیه من که هم متعلقات بامشاد میگه نه ازش حمایت کنیم، ازش حمایت کنیم. بالاخره بعد بالاخره این کنسرت شد و با یه دلال، به اسم یه دلال این کنسرت دادیم. ولی در اون مدلی که داشتم این کنسرت رو میدادم، کار میکردم، میرفتم زورخانه، عاشق موسیقی زورخانه بودم، عاشق ورزش ها بودم. و خب بعد از اینکه من این کنسرت رو دادم، فکر من بعد از 3-4 ماه دیگه رفتم به اتریش، برای تحصیلاتم رفتم اتریش. بله. بعد از 5-6 سال آقای پرواز اومدن به وین، دعوت کردن شاگردان موسیقی که برگردم به ایران و خدمت کنه. منم گفتم به شرطی میام که به من سفارش اپرا رستم و سهراب بدی. بله. به من قول داد که سفارشو میده. خب منم برگشتم به ایران و شروع کردم بازم زورخانه رفتن و آماده کردن و از این حرفا، که آی که نگو که تمام بیشتر موزیسیان ها بر علیه من میگه آقا نمیدونه این جوان کیه، میخواه این کارو بکنه. اینقدر اینا رفتن کارشکنی کردن که این قرارداد لغو شد. لغو شد، ولی خب آقای پربو که لطف کردن منو فرستادن زورخانه های مختلف تو شهرستان ها برای مطالعه. بعد داشتم کار میکردم، مینوشتم که دیگه جایی رسیده میخواستم بنویسم، دیگه راهی نداشتم. بعد میخواستم برم، حتما برم به وین کارل اورف رو ببینم در سالزبورگ، آهنگساز بزرگ. خب گفتن که نمیشه بری، اول باید بری نظام وظیفه. هر چقدر رفتم نظام وظیفه، من هم گفتن که باید بری مدرکت تحصیلی تو باید اینجا چی بگن که تو سواد داری یا نداری. خلاصه هر چی میرفتم اونجا به من عصبانی میشدم، میگفتم با مدرک به سلمونی موسیقی آشپزی نمیدیم. من مونده بودم توش، خب من چطور میخوام برم؟ فکر کنم در روز مونده بود، پاسپورت داشتم که رفتم سفارت اتریش، اون وقت کنسولگری اتریش بود، و رفتم اونجا و یه دوستی هم داشتم که رفتم پلوش در گذرنامه که تو امیر اتابک هم کلاسی بودیم،
بالاخره یه جوری این پاسپورتی که در روز بود که در روز مونده بود وسط، من بالاخره تونستم برم به اتریش. رفتم به اتریش و اونجا رفتم پلاهای رفتم سالزبورگ دیدار آقای کالور. هر کاری که میخواستم ببینم گفتم نمیشه، کالور رو نمیشه دید، کالور خیلی گرفتار اینا. گفتم من از ایران اومدم، اینا نوشتم. بعد یه خانم بود میگفت خیلی خوب فردا کالورف میاد بهشون میگیم اگه خواسته خوب میبن شما. بعد به من اطلاع دادن که ساعت 11 تو موزارتوم شما رو میبینه. من رفتم موزارتوم، به من سلام کرد گفت از ایران اومدی؟ گفتم بله. گفتم اپرا نوشتم، اون موقع جوان بودم. بعد چند سالتون بود مایسترو؟ اون موقع شاید 24 25 سالم بود. بعد گفت خب بزن ببینم. پیانو اونجا بود، منم نشستم همین ملو همین که شما زدین و بعد نبرد رستم و سهراب، بعد یه صحنه عاشقانه پریسا با رستم. خیلی خیلی خوشش اومد که خب بشین همه سالزبورگ بنویس. من گفت سالزبورگ هم موقع شهر خیلی گرونی بود، خیلی گرون. من گفتم ولی من از ایران اومدم، من نمیتونم اصلا اینجا بمونم، سال نمیتونم اصلا تو اتریش. گفت بعد از اون ساعت 2 بیا ببینم. بعد از الان 11 بود، تا 11 و نیم 12 بود هم بودیم. بعد از 2 اومدم. بعد که ساعت 2 رفتم پارلو کالور، برای من اصلا یک معجزه بود، چون این آهنگساز بزرگی کارمینا بورانا اینا اینا که میشما میدونی که چه آهنگساز بزرگ بزرگیه. اول آدم خیلی ساده هم بود. ساعت 2 اومد گفت لوریس عزیز، لیبه لوریس، گفت من برای تو استیپندیون درست کردم که برو یه خونه بگیر، پیانو اجاره کن و شروع کن اپرای رستم و سهراب بنویس. گفت بخ سه گریه هم گرفت مملکت، گفتن ننویس، تمام میگفتن ننویس. ما اینجا بالاخره یه نفر پیدا شد گفت برو بنویس. ولی خب نوشتم و خیلی هم تمام کردم. 8 ورژن رو هم نوشتم، ولی ورژن اولی که در مورد خودش نوشتم خیلی خوشش اومد. حتی رئیس اپرای مونیک هم دعوت کرد که بیا گوش کنه، گوش کرد خوش اومد، ولی کاملا غرب زده بود. گفتم آخه این نیست اون چیزی که من تو زورخانه ها اینا من زمان میخوام تا بتونم به اون، چون موقع این تکنیکا که نبود، تکنیک هارمونی ایرانی یا کنترپانکت ایرانی، ارکستراسیون ایرانی که نبود، همه رو باید خودم بسازم. و خب سرتون درد نیارم، در عرض 25 سال 8 ورژن نوشتم و هر ورژن هم به یک ارکستراسیون هم مختلف. یکی فقط کور بود، یکی فقط آکاپلا بود که چی نبود، یکی فقط سازای ضربی بود، یکی با سازای ایرانی بود. و بالاخره آخر 5 سال کاملا که نوشتم برای ارکستر بزرگ نوشتم، که همونو که شما تو تهران هم اون شاهد اون اجرا شدین، که اونم یک معجزه عجیب بود که منو دعوت کردن که بیام این رستم و سهراب رو اجرا کنم. بعد وقتی اومدم که اجرا کنم، سرتون که درد نمیارم که نه من وقتی اومدم که اجرا کنم، من گفتن که خب آقای شنوین چقدر طول میکشین اپرا؟ گفتم 2 ساعت و 20 دقیقه. گفتم 2 ساعت و 20 دقیقه؟ گفتم آره 2 ساعت و 20. گفت خب چند تا آنتراک میدی؟ گفتم آنتراک نداره همین یه. گفتم هیچ کی نمیمونه اینجا، عادت ندارن بعد از 20 دقیقه همه میرن از این طرف بیرن. گفتم خب تعطیلش کن. آقای مراد خانی اومدن گفتن چی شده لوریس؟ گفتم خب من نمیتونم این اپرا رو من تو نوشتم. خلاصه گفتن هیچ کی نمیمونه تو سالن، هیچ کی تو سالن نخواهد بمونه. گفتم خب در هایش که مزه نبونه من اجرا میکنم. ارکستر ارمنستان بود، با کور ارمنستان بود که 200 نفر بودن که اومده بودن که برای اجرای رستم و سهراب. اون شب هم فوریه بود، یادتونه برف اومده بود، سرد بود، ولی مردم بیرون ایستاده بودن برای بلیط و اومدن پر شدن و من شروع کردم به رهبری کردن. بعد به رهبری کردن دیدم صدایی نیست. بلکه میخواستم برم ببینم سالن، اینقدر جمعیت بود که تو راه راه بودن و از بالکن ممکن رو میفتد و نمیدونم چی خبر بود. بعد اصلا صدا نبود. خب منم داشتم موقعی که رهبری میکردم حس میکردم که رفتن دیگه. خب رفتن، یعنی خسته شدن رفتن. رفتن دیگه. خب منم دارم رهبری میکنم 1 ساعت 2 ساعت 2 ساعت و 20 دقیقه که تا مرگ سهراب که میاد، که شما میدونید اپرا با خیلی ملایم تمام میشه. خلاص تموم شد، مرگ سهراب، تشییع جنازه شو. وقتی تموم شد خب یه چند ثانیه دستم آوردم پایین،
سکوت مطلق. ویدیو هم که نگاه کنین تو این 2 ساعت و 20 دقیقه صدا نیست. یک سالن منفجر شد. برگشتم یا هیچی از جاشون تکون نخورده. بزرگترین هدیه من بود در زندگیم که بعد از 25 سال همچین استقبالی شد. بعد خب رفتیم یک ساعت آقا مراد کنم به چای اینا بخوریم و رفتیم و خوردیم و خیلی هم سرد بود. ساعت دیگه 12 بود که بود، 11 12 بود. اومدم بیرون که برم هتل، دیدم بیرون 200 300 نفر بیشتر وایسادن تو اون سرما منتظر منن. یک ساعت اون سرما وایسادم امضا کردم. واقعا باید بگم که استقبالی که شد برای این اپرا رستم و سهراب استقبالی بود که مثل که میخواست مردم خداوند بگه خسته نباشی. واقعا واقعا یک چیز، شما هم که بودین که شاهد بودین که بله اینو میخواستم به شما بگم که در واقع قبلا حرفش رو مدتی پیش اومد براتون تعریف کردم. اون موقع من شاید 19 سالم بود یا 20 سالم ویولونیست ارکستر سمفونی بودم و اون شب خب ما در سالن بودیم و برای اولین بار ارکستر ارمنستان به رهبری شما، ارکستر پرتعداد و اثری به این عظمت. واقعا خب ما هم بچه های ارکستر سمفونی جزو اونایی بودیم که در سکوت و بهت داشتیم تماشا میکردیم و گوش میکردیم موسیقی شما رو. حالا این عرض کردم خدمتون، یاد ماجرای افتادم بار دومی که بند کنسرت شما شرکت کردم به عنوان شنونده در پاریس بود، اپرای سن سولپیس، ببخشید سن سولپیس، در کلیسای سن سولپیس بود. خاطرتون باشه بعد از فاجعه بم بود. راجب اون کنسرت برامون تعریف کنید. ولی خب این اتفاقی که افتاد، خب اولین چیزی که من تو ارمنستان وقتی این اتفاق افتاد، خب میدونی که من پیاده رفتم تا از شهر ایروان تو اونجا پول جمع کردم، دانشگاه هنر ساختم و سالن های کنسرت اینا اینا خراب شده بود. همون پیشنهاد من کردم که از اینجا با بم بابشو خیلی طولانی راه برم پول جمع کنم برای بازسازی فرهنگ، چون هر کجا که اتفاق بدی بیفته همیشه فرهنگ بازسازی حتما باید اولین کاری که کنن قبل از که ساختمون بسازه هر چی بازسازی فرهنگه، چون بچه‌هایی که موندن تو اون تو همه این زلزله زده اینا، این بچه‌ها باید بلا فاصله با فرهنگ بزرگ بشن و مردم با فرهنگ دلشون خوش باشه، با موسیقی خوب، با نقاشی خوب، با تئاتر خوب. فرهنگ خیلی مهمه. و به خاطر همین گفتم خب پیاده میرم، ولی خب اتفاقا نیفتاد. این کسی دیگه حاضر نبود به من راه بیفته و همتون که بعد این شروع کردیم که بریم که کنسرت بدیم و پول جمع کنیم برای برای این واجه زلزله، که اولین کنسرت تو پاریس بود که جناب عالی هم بودن اونجا. بله همون کنسرت هم آقای دکتر ایوبی رایزن فرهنگی بودن، اون برنامه رو با شهرداری پاریس و غیره ترتیب داده بودن. اون کلیسا هم کلیسای بزرگه و چه کنسرتی بود. شاید خاطرتون ایوبی که معجزه میکنن با پشت کاریشون و با شوقی که دارن، مثل شوقی دارم، مثل همه چی انجام میشه و من تعجب کردم که تونستیم کار انجام بده. بله کار خوبی بود در کنار شما. الان آقای تکنواریان میخواستم اگر که شما موافق باشین یک قطعه دیگه گوش بدیم، چون من با خیلی از هنرمندا و موزیسیانای دیگه که حرف میزدیم، یکی از نکات بارز کار شما ارکستراسیون های متنوعی که شما در آثارتون استفاده کردید و از سازهای مختلف. حتی حالا در ادامه بحث امیدوارم فرصتی پیدا کنیم که دوباره برگردیم. مثلا کاری از شما گوش میکردم، سیمرغ. سیمرغ خب کاری هست که برای تمام سازهای ایرانی شما تصنیف کردی و یک لحظه برای اولین بار گوش میکردم، جلد سیدی رو همطور من همیشه در دستم میگم تماشا میکنم، میدیدم آقای حسن ناهید، آقای پایور، آقای هوشنگ زری و تمام بزرگان موسیقی ایران در کنار هم شده و این کار رو انجام. این اثر رو گوش بدیم بعد میخواستم که یک دو تا سوال دیگه.
خب این البته یه قطعه برای سیمرغ، بالای سیمرغ خواستم بشه، چون موقع وقتی از اتریش برگشتم رئیس صداخانه موسیقی بودم و اون موقع علاقه زیادی به سازهای ایرانی داشتم و درست بغل دستم اتاق بغلی من استاد پایور، مرحوم استاد پایور و گروهشون اونجا تمرین میکردن، بعضی موقع استفاده کردم و واقعا و یکی دو سال یاد گرفتم، رفتم تمام این سازها یاد گرفتم و بالاخره بعد دو سه سال که این بوست های این بوستشون هم نوازیشون این با اون ساز با اون ساز، خواستم یک ارکستراسیون درست کنم که پولیفونیک باشه. پولیفونیک یعنی چند صدایی باشه، چون همیشه این موسیقی ما تا سازه ایرانی همشون هم نوازی میکنن، همشون یک چیزی میزنن، ولی میخواستم این چیز باشه که تفاوت داشته باشن. و خب این با این مسئله با میان گذاشتن با آقای استاد مرحوم پایبر و خیلی خیلی استقبال کردن، گفتن خیلی کار سختیه چون ما عادت نداریم هر کدوم یه خط خودمون بزنیم، ما عادت داریم با هم بزنیم، ولی خب گفتم بنویس. منم رفتم این باله رو که آقای اون موقع آقای رابرت دوباران که رئیس باله تهران بود به من سفارش داد، باله سیمرغ. منم رفتم این باله سیمرغ با سازهای ایرانی مطالعه کرده بودم و اولین نمایشگاه سازهای ایرانی برای گوته اینستیتوت اینجا انجام دادیم، با اونجا با سخنرانی کردم، این رو نوشتم و آقای استاد پایور مرحوم پایور خیلی همکاری کردن، یک ماه طول کشید که ما تونستیم آماده کنیم، تمرین کنیم و این اثر رو ضبط کنیم. این کاملا یک اثری است که تا به حال هیچ کی همچین اثری در راجع به تمام کامل با سازهای ایرانی با کنتراپونت اینا اولین پارتیتوری است که 35 سال پیش بیشتر 50 سال پیش نوشتم و در این و این بالا و این به صورت بالا اینجا اجرا شد، در انگلستان اجرا شد و هنگ کنگ و کشورهای دیگه این بالا با موفقیت اجرا شد و خب این تمام با سازهای ایرانی و با تجربه که با این سازهای ایرانی داشتم اونه که یک ورژن اپرا رستم و سهراب هم کاملا با سازهای ایرانی نوشتم. بله بله بخشش. آقای چکنار، خیلی از آثار شما که ما گوش میکنیم در موسیقی توصیفی هست، یعنی به غیر از اپراهای شما موسیقی دیگه که مثلا مثل سویت آرارات آثار دیگه خیلی هر کدومش یک داستان شاید بیشتر اکثرا مشخصی رو، حتی منهای کنسرتوهاتون منهای سمفونی ها، ولی آثار دیگه تون اکثرا توصیفی هستن، مثل این اثری که الان میخواییم تقریبا یک دقیقش رو گوش بکنیم. میخواستم دقیقا راجبه همین اثرتون و آنچه که وصف میکنه با این ارکستراسیون عظیم و استثنایی شما یه کمی دربارش برامون صحبت بفرمایید. ما گوش میدیم یک دقیقه از این اثر رو، حیف که فقط یک دقیقه میرسیم گوش کنیم. نه خوبه، یه دقیقه کافیست. کدوم اثرتون هست؟ ولی این اثری که من موقعی که اکادمی ویان تحصیل میکردم این پایان‌نامه من بود و کنسرتو ویولونم، اینا دو سه تا کارهای برای پایان‌نامه بود. این اثر اون موقع نوشتم، بعد برای پیانو و بعد ارکستراسیون کردم
خب الان این باله فانتاستیک به نام باله دانس فانتاستیکه که خیلی اجرا شده در کشورهای خیلی مختلف آمریکا و اروپا، همه جا خیلی خیلی جای زیادی و ضبط های زیادی دارم از این اجرا، خیلی با موفقیت اجرا میشه و باله های مختلف اجرا کردن تو آمریکا تو انگلستان اینا. و این دانس فانتاستیکه در هفت مومان یه داستان قدیمی که داره، اون خب داستان طولانی الان که نگم خواهد، ولی در هفت قسمت، این قسمت که الان کشما دین قسمت آخرشه، مثل اینکه رقص آتشه اینه که برای ارکستر بزرگ نوشته شده الان خیلی س... یعنی الان از این ماجرا 60 سال میگذاری من شما خیلی زیاده بیشتر. راستی فرمودین ماجرای کار اورف و ادامه اوپرا و کمک هایی که کار اورف و اون سیستم کرد، چطور شد ماندید در اتریش مدت نسبتا طولانی؟ مثلا اقامت در اتریش که چی شد؟ چطور شد موندین؟ چند سال موندین؟ نه که بعد از اتریش، نه چون من که بعد از اتریش از طرف آمریکا دعوت شدم، رفتم استاد دانشگاه آمریکا بودم، برای 5-6 سال آمریکا بودم، بعد دعوت شدم برای جشن شاهنشاهی بیام اینجا موسیقی نور صدا رو بنویسم که تا امروز هم اجرا میشه و اون موسیقی رو من نوشتم برای ارکستر بزرگ. دعوت شدم و خب منم اینجا، خب ایران رو دوست دارم، خب کشور من، وطن من، اینجا از همه جا اینجا برای من جالبه. درسته که از لحاظ موسیقی خیلی جالب نیست، خیلی عقب مونده این، ولی خب از لحاظ انسانی، از لحاظ فرهنگ، از لحاظ همه چی، به خصوص ادبیاتی که ما اینجا داریم خیلی الهام بخشه، و به خصوص سنت هایی که اینجا داریم خیلی فوق العاده است، هم خود زورخانه، همون ایام سینه زنی، اینا یه سنت هایی است که خیلی خالص مال اینجاست که منم مثلا همون محرم که بود، از بچگی که می رفتم موسیقی محرم جمع آوری میکردم، خیلی جمع بودم با اونا رو جمع آوری میکردم، بعد با این آهنگایی که جمع آوری کردم و تونستم یک اثر به نام عاشورا رو بنویسم، داستان عاشورا بنویسم که حالا صحبتش هست ان شاء الله که تلویزیون میخواد یه دفعه اجرا کنه، حالا واقعا اگه یه روز بره بشه اجرا بشه. ولی خب در ایران همیشه خب الهام برای من ایران خیلی از لحاظ فرهنگی برای من الهام بخشه، چه از لحاظ خب موسیقی که اینجا هست و چه خب موقع ارامنه خیلی زیاد اینجا بودن و موسیقی که تو ارامنه خیلی خیلی پیشرفته بود، کورهای فوق العاده بزرگ بود، مثلا باشگاه را 100 نفر کور داشت، 200 نفر کور داشت، تئاتر داشت، تئاتر سگ درگه. خب این از لحاظ فرهنگی برای من خیلی جای جالب بود، یعنی که ولی متاسفانه رفتم آمریکا برای 6-7 سال، اونجا استاد دانشگاه بودم، رئیس ارکستر اپرا اینا بودم، و یکی از دلایلی که نمیتونستم برگردم چون از ترس نظام وظیفه. خب بعدم که پیشنهاد کردن که پولی بدم و بخرم و خریدم و دیگه به راحتی برگشتم. خب به درد ارتش نمیخوردم من. ولی خب دیسیپلینتون البته نظامیه، ولی خب چه میدونم آخه، گفتن خب موسیقی رفتی پول حروم کردی، خب چی حرف بود؟ آقای چکدواریان، ما هنرمندا، حالا یه کمی من خودم رو دارم وارد ماجرا میکنم، میگیم که ما تو هفت آسمون یه ستاره نداریم. آیا شما هم همینطوری؟ تو هفت آسمون یه ستاره داری یا ندارین شما؟ چرا، یه دونه یه ستاره داری داشتم، رهبری میکردم تو ارمنستان، 60 سالگرد تولد من بود. بله. بعد یک آمریکایی بلند شد بدون هیچ، اومد رو صحنه، تمام سالن متوجه که این چی داره میخواد بگه، این چرا اومد رو صحنه. بعد کنسرت، بعد من دفعه اومد رو. بعد اعلان کرد که مؤسسه ستاره شناسان دنیا تصمیم گرفتن به مناسبت 60 سال من یک ستاره به نام من کردن. در همون قسمت یه ستاره است که آقای که اسامی کارگردان بزرگ ملکه انگلستان و اینا هستن، اونجا یک ستاره به نام من اونجا هست. منم به شوخی میگم میخواد به اونجا پول ویزاش مجانیه. من به نام من از لوری چکناوریان، یعنی که از این بابت خوشحالم، خیلی اذیتم بکنن اینجا، من همیشه میام.
اونجا. آقای چکلواریان، یک شیطنت هایی دارید شما، ببخشید که اینطور بیان میکنم، که در موسیقی هم همیشه رگه های ازش رو میشنویم. این یک دقیقه رو گوش بکنیم، بعد یه خاطره هم هست با پیتسیکاتو. پیتسیکاتو دوستان و همراهان یه موقعی به فن و تکنیکی میگن که نوازنده سازهای زهی مثل ویولون، ویولا، ویولونسلا با انگشتشون زخمه روی ساز بزنن. حالا این اثر استاد رو گوش بکنیم با هم. از اپرای پردیس پاریسا. بله. اپرای پردیس پاریسا در موقعی که من فکرم در ورژیون چهارمه یا پنجمه رستم و سهراب، اون موقع من شد رئیس ارکستر اپرا بودم و به من پیشنهاد شد که اپرای رستم پردیس پاریسا یک روی افسانه، افسانه‌های ایرانی اجرا کنم. خانم سالک داستانش نوشت، آقای دکتر خوشنام تکستش نوشت و این اپرا پاریس پاریسا نوشتم که همش از اول تا آخر ملودیکه و یکی از رقصای گل هاست که اینجا می رقصن در قسمت دوم و خیلی هم موفق بود. همون که اون موقع تو اپرا اجرا می شد بلافاصله در عرض یکی چند ساعت بلیط ها تمام فروش می رفت. خیلی جالب، خیلی استقبال عجیبی از این اپرا شد اون موقع. ولی خب بعد می‌خواستن که بعدم برنامه بودین که رستم و سهراب اجرا بشه، بعد خب متاسفانه دیگه اپرا دیگه وجود نداشت. شما در واقع الان در آثار اپرایی رستم و سهراب هست، پردیس و پریسا هست که الان هفت اپرا هست. رستم و سهراب، پردیس پریسا هست، مولانا، سیاوش تو مولانا میتونه خیلی مورد توجه شما خود جناب آقای ایوبی سفارش دادن که شما هم همراهی های مولانا، اپرا مولانا که مرحوم قرار بود که کارگردانی کنن آقای کیارستمی. کیارستمی قرار بود که باشون خیلی دوست بودم و چیز کنم و کارگردانی کنن که متاسفانه به قول ارامنه میگن یک شنبه زودتر از شنبه اومد و این اتفاق نیفتاد. بعدن زندگی آخرین ساعت زندگی صادق هدایت نوشتم بر اساس بوف کور و زنده به گور اینا، اونو به انگلیسی، زبان انگلیسی نوشتم. بعدم که زهاک، اپرای زهاک نوشتم. اینه که این اپراها رو نوشتم ولی خب متاسفانه هیچ کدومشون جز پردیس پریسا رو صحنه نیومدن و نمیتونم بیان چون اپرا نداریم که بیانم رو صحنه. مون دیگه بعد از حالا وقتی من رفتم و چند سال دیگه انشالله که روزی اپرا رو باز کنن و اون شده اون موقع اینا رو اجرا کنن. چون جمعه من تقریبا 90-95 آثار نوشتم و تقریبا 10,000 صفحه پارتون نوشتم و تمام این کارم رو به موزه موسیقی اونجا تقدیم کردم. ولی خب باید بگم که من یکی از آهنگسازان خوشبختی هستم که اقلا کارهای مقدار کارهام اجرا شده. معمولا کارهای آهنگسازان خیلی اجرا نمیشه و ضبط شده. مثلا من باید تشکر کنم از مثلا بانک سامان، اومدن لطف کردن اولین جعبه مجموعه کارهای منو در آوردن چه تمام صفحه. بعد از چند تا همین چند دو سال پیش
خیلی بودجه بزرگی گذاشتن که رفتم رستم و کوروش کبیر رو ضبط کردن. کوروش کبیر هم یه آثاری بود که سالها سال روش کار میکردن و اون رو رفتم با ارکستر سمفونیک لندن. ولی خب بعضی از کارها نوشته ضبط شده ولی بعضی کارام بودجه ندارم، سپانسر ندارم. مثلا یکی از کارام که الان تو دنبالش هستم سپانسر اینه که حالا برای جهان پهلوان تختی اثر نوشتم که میخواستم توی 95 سالگرد تولدش اجرا کنم ولی خب نشد. الان میخوام اگه خدا بخواد اگه اسپانسر پیدا بشه اینه بتونم واقعا با ارکستر معتبر اروپایی اجرا کنم و شاید هم اینجا با ارکستر اجرا بشه. اگه نشد اقلا این سیدی رو این موسیقی رو به مردم پخش بشه، از دوستداران جهان پهلوان تختی اجرا پخش بشه. و من واقعا علاقه زیادی به جهان پهلوان تختی دارم چون اون موقع 12 سالم بود وقتی اون زلزله معروک با این زهرا اجرا شد، اتفاق افتاد. من موقع پیشاهنگ بودم و ما پیشاهنگ هم همینطور از پشتوان از جهان پهلوان تختی ما هم تو خیابونا افتاده بودیم کوجه میگردیم. من یادم همچه صندوقی از گردنم آویزون بود و همینطور داشتیم تو خیابونا را می رفتیم و پول جمع کردیم و کلی هم پول جمع کردیم در چند روز. و خلاصه هر زلزله ای میشد شما اول صف بودید. آره زلزله. ولی خب یکی باید با مرحوم جهان پهلوان تختی که من خیلی عاشقشم، دوستش داشتم و با عشق و علاقه این اثر نوشتم و امیدوارم که یه روز بتونم اینو حمایت بشه و ضبط بشه و به مردم ایران تقدیم کنم. حالا خب این آثاری هستن که مثلا ضبط نشده از کار. مثلا میگیم اپرای مولانا ما اتفاقا باید اجرا کنیم، اپرا اتاق زهاک بله که آقای مراد، دکتر مرادی، همایون مرادی سفارش دادن و واقعا لطف کردن و من این اثر نوشتم ولی خب هنوز رو صحنه که نیومده هیچی، ولی ضبطم نشده. آثاری دارم که شاید 20-30% از کارم تا به حال اجرا نشده. خب الان مثلا ملکوت نوشتم، خب اونم اون ببین بعضی آثار هست که در طول زندگی آهنگساز یا نویسنده یا شاعر یا نویسنده اجرا نمیشه، به خصوص موسیقی. موسیقی یک چیز از لحاظ خلاقیت فرق نداره آهنگساز و نویسنده، یه شعر، اون کسی شعر میگه، نقاشی میکنه، فرق نمیکنه. از لحاظ خلاقیت یکی منتها از لحاظ تکنیکال موسیقی مبهمترین تکنیک داره، چون ما در یک اکتابی که داریم 3,600,000 یعنی چه ترکیب در یک اکتاب فقط داریم، در تمام میشه ممکن چند میلیارد داریم که امکان نداره یاد بگیریم. بخاطر همین موسیقی زمان خود و این، ولی تا این اجرا نشه ما نمیشنویم. شما وقتی شعر میگین میتونین بخونین، حالا خوب یا بد بخونین، نقاشی کنین، بالاخره میبینین، درسته؟ تا ولی موسیقی تا اجرا نشه شما اصلا تصور نمی‌کنه که چیه. کاغذ نمیشه که کاغذ نشون بده که بگیم پارتون این باید اجرا بشه. خب در طول تاریخ خیلی آهنگسازا هستن که 100 سال بعد از مرگشون، امیدوارم من 100 سال دیگه بعد از مرگ، ولی خب کی میدونه، ممکنه همینطور باشه، ولی خب اجرا میشه. کارهای بتهوون خیلی بعد از مرگ، 20 سال بعد از مرگ اجرا شده، یا باخ بعد از 100 سال، چون این سخته، پول میخواد، سپانسر میخواد. و ما خب ما تو ایران متاسفانه سپانسر نداریم، سرمایه گذار داریم، اینجا سپانسر نداریم. هر کی میخواد سپانسر اسمش گذاشته یعنی که میخواد پول بذاره و پول برگردونه. سپانسر کسی است که پول میزنه و پول دست نمیزنه به اون، از مالیاتش کم میکنه اگه مالیات، اگه نه خب همینطور تقدیم میکنه. ولی ما کسی اینجا نداریم که واقعا مثلا این کارو بکنه. خب آقای همای مرادی کردن این کار، آقای مثلا بانک سامان این کار کردن، شما کردن، آقای ایوبی این کار کردن، اینا استثناء بودن. و امیدوارم که یه روزی تا حالا 83 سالمه، ممکنه حالا من نمیدونم چه، حالا شاید 100 سالم من بشه، ولی تا امیدوارم تا در طول زندگی من بتونم اقلا یه چند تا کارهای دیگه من ضبط کنم، اجرا کنم و برای به خصوص چاپ کنم. الان مثلا هیچ حمایتی نمیشه از طرف وزارت فرهنگ اونها، هیچ که مثلا برای چاپ نوتا اینا تمام بقیه درآمد دارم، تمام میذارم برای چاپ نوت نویسی نوتا اینا که اگه یه روزی نیستم اینا از بین نرن. ولی خب
این امیدوارم که یه روز چند تا اسپانسر های واقعا که علاقه به فرهنگ و هنر دارن بیان و از نه که از من فقط، از هنرمند، از آهنگسازان دیگه، نویسنده ها دیگه، شاعرها، هنرپیشه ها حمایت کنن، چون کشور بدون فرهنگ ارزش نداره، هر چقدر هم ثروت داشته باشه یک اصلا ارزش نداره. فرهنگ که تاج یک کشوره و این تاج ما نمیذاریم رو سر مردم، این تاج نمیذاریم رو سر، این تاج مهمه، به خصوص ایران که به این شعرها کشور با فرهنگ و چی، ولی خب نداریم. ولی اگه ما فرهنگ حمایت کنیم، فرهنگ رو حمایت کنیم، این کشور میشه گلستان. از تمام دنیا و تمام توریست های دنیا که میان به خاطر فرهنگ میرن دیگه، وقتی کشور مختلف که هزارها هزار میان به خاطر فرهنگشون میرن، به خاطر که درختی که نمیرن که به خاطر دره، هر کشور یه دریای بالاخره داره ها؟ بله، یا یه درختی هم داره، یه میوه هم داره. اینه که ما باید واقعا یه کاری کنیم که فرهنگ را قوی کنیم تو مملکت خودمون، مردم رو آماده کنیم. ما خیلی پولدار داریم اینجا، اینقدر آدم های پول داریم که اصلا وحشتناکه. و اگه ما بتونیم آدم هایی که اینقدر پول دارن بیاریم وسط، بگیم بابا جان تو که رفتنی هستی، ما همه هم رفتنیم، بیا به این شاعر، به این نویسنده، به این جوان، به این آهنگساز، به اینا حمایت کن، این سرمایه گذاری، این کاری که بکنی کشور خدمت به مملکتت کردی، برای آیندت کردی. همونطور که ما افتخار میکنیم برای 2500 سال ما، باید یک کاری کنیم که 2500 سال دیگه هم افتخار کنن مردم ایران. اشاره کردید به نام آقای عباس کیارستمی. یه بار ایشون یه خاطره تعریف کردن، قراری داشتیم برای همون اپرای مولانا، هنوز شما نرسیده بودید. ایشون گفتن من وقتی خیلی جوان بودم، آقای کیارستمی تعریف میکردن، گفتن کانون بودم اون زمان، گفتن یه فیلمی ساخته بودن میان پیش شما و به سختی به هر حال شما رو پیدا میکنن و قرار میذارن و از شما درخواست میکنن که موسیقی فیلم بنویسید برای اون فیلم. آیا این ماجرا یادتونه؟ بله خوب یادمه. خب ما آمده بودم پارلمان که من موسیقی، اون موقع من تمام موسیقی های مستند اینا رو میساختم و فیلم سینمایی که مثلا بیتا یا اون یکی تنگسی اینا رو که ساخته بودن. من موسیقی برایشون بنویسم، فیلمشون دیدم از اول تا آخر، شاید فکر کنم شاید دو دفعه هم دیدم. بعد برگشتم گفتم که من موسیقی نمی نویسم برای فیلمه. گفت چرا؟ ناراحت شد. گفتم چون موسیقی نمیخواد فیلمت، همین فیلمی که درست کردیم موسیقی خودش موسیقی نخواد. ناراحت شد رفت. ناراحت شد رفت. همون که داستان تعریف کرد اونجا بعد از 20 سال که چقدر ناراحت شد از دست من رفت، ولی بعد متوجه شد که چقدر درست بود و تمام فیلم های خودش رو دیگه از سر نظر کرد از موسیقی. بله تو فیلم ده هم که درست کرده بود اونجا راجع به این صحبت کرده بود. ولی خب ایشان واقعا فیلمش موسیقی نمیخواست. خب منم که دنبال پول نبودم که مثلا بشینم حتما بگم بخوام، نمیخواست. واقعا کاری فوق‌العاده انجام داده بود، جا نبود، خراب میکرد و اینطور موفق شد. و بالاخره بعد از سالها که بود، بعد از چند سال شد، بعد از مثلا 40 سال 50 سال اومد اونجا تعریف کرد این داستان، تعریف کرد این ماجرا و میگفت یکم ناراحت شد، بعد فهمید حق با شما بوده. آره. بیشتر آقای چکلوریان شما رو خب طبیعتا به عنوان یک رهبر و آهنگساز بسیار بزرگ میشناسیم، ولی جنبه های دیگری وجود داره. من از شما نمایشگاه های عکس دیدم، از شما شعر شنیدم، مخصوصا در مجموعه لاف سانگز یا ترانه های عاشقانه شما که اون هم تنظیم های مختلفی ازش خیلی روش کار کردیم ازش وجود داره. تنظیمی رو میدیدم که اشعارش هم خودتون گفتید و با ارکستر سمفونی ارمنستان ضبط شده، خواننده های مختلفی بخش های مختلف رو خوندن. این مقدمه
پر انرژی این ترانه‌های عاشقانه رو بشنویم یک دقیقه رو بعد خدمتتون. بله خیلی متاسفانه نمیدونم، دلمون نمیخواد قطعش کنیم، بریم به جای برای خب خیلی کاش که یه چیزی بیاش که ملودیک بود. در هر حال خب عاشقانه من افتخار میکنم که آدمی هستن که سال 12 ما عاشقم، روزی 24 ساعت عاشقم. عشق برای من خیلی چیز مهمیه، وقتی عشق نباشه من احساس میکنم که مردم. عشق مثل آب برای گل. ببخشید آقای، وقتی یه موقعی شد که احساس کردم یک من خب برای من این آهنگ عاشقانه سبک کلاسیک داره، کارهای من بیشتر مدرنه، کارهای با ارکسترال، یعنی این تنها کاریه که واقعا خیلی با ترادیشنل نوشتم و خب شعراشم خودم نگفتم راجع به عشق. خب من شاعر نیستم ولی هر کسی در این دنیا شاعر دیگه، هر کسی میتونه شعری بگه، هر کسی قلبی داره میتونه حرفشو بزنه و منم حرف خودم گفتم. یکی از این آهنگا گفتم که بهتره که بمیری برای عشق تا اینکه زنده بمونی بدون عشق، میشه در میکنه. و تمام خب این آهنگ عاشقانه برای منظوری نبوده، ولی خب چون من همیشه عاشقم، اگه عاشق نباشم که نمیتونم بنویسم. چطور میشه؟ آخه آهنگساز، نویسنده، نقاش، اینا مثل یک مادری باید عاشق بشن که باردار بشن که بچه به دنیا بیارن. بده عشق بچه به دنیا نمیاد. میان البته خب اونم فایده نداره، ولی بیشتر شاعرها اون عشقه. آخه خب رودکی، حافظ، سعید، سعدی، اینا خب اینا مینه، اینا همشون مثل مادر میمونن، بچه به دنیا آوردن این شعرها. درسته کاملا. اینا همشون عاشق بودن که این کار رو کردن. خب اینا من هم خب عاشق بودم، نوشتم این و خوشحالم که خیلی هم موفق شد این کار عاشقانه، خیلی هم اجرا میشه همه جا. پیش اومده، من جاهای دیگری هم شنیدم اجراش انجام شده و هر جایی انجام شده تمام پارتا و پارتیسیونا رو دیگه پس ندادن، نگه داشتن تو اون کشور، گفتن ما با اجازه میخواییم اینو نگه داریم اجرا بکنیم. اینم زندگی اینه دیگه. بله. عشق در همه جا هست، حالا اینا عاشقانه مخصوص عاشقانه هست، ولی در هر اثری عشق هست. هیچ شعری شما پیدا نمیتونیم بکنیم که عشق توش نباشه. ممکن است راجع به عشق صحبت نکنه، ولی عشق هست در هر نقاشی، عشق هست. آقای نوریان ببخشید، اخیراً کاری از شما منتشر شد ظرف همین چند روز گذشته، یک کاری نزدیک به 12 دقیقه، کاملاً زبان موسیقاییش، ارکستراسیونش، اینا کاملا با کارهای دیگه‌تون کاملا متفاوته. میشه لطفا یه کمی در مورد این سبک کارتون برامون صحبت کنین لطفا؟ خب ببینین، هر هنرمند یواش یواش رشد میکنه. شما ببینید نقاشا رو نگاه کنین، اول اون نقاشی که شروع می‌کنن ممکنه پانوراما نقاشی کنن، جنگل نقاشی کنن، این کارو بکنن. خود پیکاسو نقاش بزرگی بود، ولی یواش یواش اکونومی، یعنی کم کم خط خودشون رو پیدا میکنن، حس خودشون رو درست میکنن. خب منم همینطور در این سن که رسیدم و من یک خط، یک ملودی، یک آکورد شاید کافیست. درسته؟ اینه که این اثر اواخر که من مینویسم خیلی آبستره مینویسم، موسیقی آبستره مینویسم. نه شاید هم فردا ننویسم اینطور، ولی الان اینطور این آبستره برای اون هواپیما، به خصوص که این
برای این کرونا یه اثری است که کاملا آبستر است. بله کاملا. ولی خب اگه کاپسول نباشه کرونا چطور میخواه احساس بدی؟ درسته؟ بله ملودی نمیشه براش نوشت. به نخواهش بگو الان یه تابلو برای کرونا بگی. خب من چی میخواه؟ صورتی که نمیتو بکشه که بله یک چیز ابستره، یک چیز ابستر است. احساس، بعضی احساس ها همشون ابستر است. بعضی احساس ها. و آدم باید وقتی اثری گوش میکنه باید اون مطابق اون اثر اون گوشاش آماده کنه گوش کنه. نه باید بگی اه اه این اثر ملودی نداره من نمیتونم گوش کنم. این اثر مثلا رنگاش اینطوره من نمیتونم تابلو نگاه کنم. باید سعی کنه هر چیزی که میشنوی، هر چیزی که میبینی، هر چیزی که میخونی متوجه بشی که برای چی نوشته شده. بله چی میخواسته این هنرمند بگه؟ وقتی وارد اون میشی بعد اون موقع متوجه میشی که چرا این صدا هست. درسته؟ بله کاملا. آقای شکر من مرتب میخوام از فرصت استفاده بکنم این امشب رو به غنیمت باشه که یک دوتا سوال دیگه از خدمتون بپرسم. تا به اینجا تقریبا درباره یک هزارم کارهای شما یکمی حرف زدیم، آثاری که خودتون تصنیف کردیم، ولی همینطور که یکی دوتا از تابلوها رو پشت سرتون من میبینم چون قبلا توی منزل همه رو دیدم، اینا تابلوهایی هست که در واقع صفحه هایی هست که شما با بزرگترین ارکسترا و مهمترین ارکسترای دنیا رهبری کردید و ضبط کردید. مثل من خاطرم ارکستر فیلارمونیک لندن که رول فیلارمونیک لندن، لندن فیلارمونیک، لیورپول فیلارمونیک، اینا همه با اینا من آخه من قرارداد با آرسیه داشتم، یکی از بزرگترین کمپانی صفحه بود که 1974 قرارداد داشتم در انگلستان و خیلی کارهای ارکسترال رو ضبط میکردم، مثلا کارهای بورودین، استراوینسکی، شوستاکوویچ، بتوون، اینا رو همه ضبط کردم اونجا. و خوشبختانه الان که اینترنت هم نگاه کنن همه کریتیک های خیلی خیلی خوبی گرفت دریافت کردم و به خاطر همینم خیلی ضبط کردم. و اجرای خاصی از سمفونی مثلا پنج بتوون شما شنیدم، یه ویژگی خاصی داشت برامون میگی؟ خب پنج بتوون، بلکه به من گفتم پنج بتوون رهبری کنم، گفتم من رهبری نمیکنم. گفتن چرا؟ گفتم خب خیلی رهبری کردم، ولی اگه اجازه بدین من سبک خودم، فکر خودم. بعد یه دوست داشتم موزیکولوگ بود، رفت تمام دستخطای بتوون پیدا کرد و کتابا و مطالعه کرد و ما پیدا کردیم که بتوون در مثلا قسمت دوم تکرار کرده موتیوشو و مترونوم ها گوش باشه. مثلا اون موقع همه چی میخواستن ملودراماتیک بشه، باید حتما بشه تان 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 تان، دوستشون خوشون میمد که همه اشو بکوبه مثل چگوش تان 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 تان، ولی بتوون تو ننوشته. بتوون باید مترونوم گوشته بود تا 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 تا، اینه تمپو، خیلی تمپوی سکرچو به این که سنگین بشه. منم گفتم این تو میخوام زب کنم، ولی خب با یک تمرین اضافه با ارکستر سمفونی که لندن احتیاج دارم، خب اون موقع خیلی گرون بود که همچین یه ضبط اضافه هم کنم، ولی خب موافقت کردن و اون سمفونی پنج بتوون با تمپوهای اوریژینال بتوون رهبری کردن که خیلی خیلی استقبال شد از تمام دنیا، خیلی استقبال شد. بس که اینجا هنوز نیومدن. شما که این آثارتون اینجا منتشر بشه واقعا، این اجراها، این فرصت رو برای ماها، برای ما موزیسیان ها و مردم، همه مردم که عاشق موسیقی هستن، موسیقی خوب، اجراهای خوب بتونه که در کار ما قرار بگیره. من باید این باتری بدم، چون باتری در تشنم میشه. آره خب این سمفونی پنج بتوون، خب بتوون الان 250 سالگردش، اتفاقا الان تو اینستاگرام میذارم یه قسمت اولش هفته دیگه اجرا خودم. خب بتوون تاج تمام آهنگساز است.
تاج آهنگساز. ما آهنگسازهایی داریم که اسم من گذاشته بودم، مثلا باخ آهنگساز مثل حضرت مسیح بمونه، واقعا همه فوق‌العاده است، مثلا به خدا نزدیک همه چی. موزارت نابغه است، نابغه است اصلا. این کسی بوده که مثل خیلی جالبه در طول موسیقی دو نفر آهنگساز داریم، یکی یوهان شتراوس، یکی موزارت، که موسیقیشون هر بچه‌ای که نگاه کنه فکر میکنه میتونه اجرا کنه، برای بچه آسونه ولی برای آدم های پروفیشنال خیلی سخت. تمام عمرت هم بذاری نمیتونی واقعا کار موزارت و اینا اجرا کنی، نابغه هستن. بتوون هم یک چیز، یک شخصیت عجیبی بزرگ آهنگسازی و من عاشقشم و خیلی ها سمفونی هاشو و کنسرت های پیانوش و ویولون کنسرتش و این همه مثلا یک چیز عجیب غریبیه. و امسال 250 سالگرد بتوونه. خب اینا آهنگسازه هستن که ما باید آشنا بشیم با اینا کاراشون. مثلا یکی آهنگساز هایی که خیلی خیلی فوق‌العاده است، که واقعا نابغه است، که 31 سالگی که مرد اندازه قدش موزیک نوشته، اونم فرانس شوبرت بود. اصلا من خیلی، اولا من وقتی تو وین بودم هر ماه حتما میرفتم خونه بتوون، موزه بتوون. بله اصلا میرفتم، راه میرفتم اونجا تو اتاقاش، راه میرفتم. بعض موقع چون آشنا بودم با اون، آشنا شدم، بعضی موقع یه انگولک و دستم میخورد به اون پیانوش، صدای در میآوردم. خونه شوبرت میرفتم. شوبرت هم یه نابغه عجیبیه. این اصلا باور نکردنی است که میتونه یه نفر در 31 سالگی اینقدر آثار بنویسه. درسته. خب عزیز، ما که واقعا سیر نمیشیم، تازه بحث داره به جای بهتری میرسه و دلمون میخواد استفاده بکنیم، منتها امکانات فنی ما روی اینستاگرام اجازه متاسفانه 60 دقیقه بیشتر رو به ما نمیده. خب اما ازتون قول بگیرم که یک شب دیگه در خدمتتون باشیم اگر که فرصت داشتید که ادامه بدیم بحث رو در همین زمینه. در هر حال من شما و از بینندگان عزیز تشکر میکنم. امیدوارم که سرتون در نیاوردم. امیدوارم که برای من خیلی الهام بخشی که میدونم که مردم امروز همواره با ما هستن، میبینن، صحبت میکنن. ولی آخر حرف آخرم اینه که بیایم دست به دست بدیم. اولین و مهمترین چیز در بازسازی مملکت فرهنگه. و هر کی که پول داره، هر کی که میتونه، زمان داره، هر چی داره در خدمت فرهنگ بیاد. و اینکه فرهنگی که آینده این کشور را تضمین میکنه.